دوست عزیزم عباس پهلوان که رفاقت من و او از نیم قرن بیشتر است و همیشه خرسند بودم که دوست این چنین صمیمی و جدی و باور کننده دارم، به اتفاق دختر شیرین تر از اصلش اصل از من خواستند که به مجلس شما بیام. حقیقت اینه که من در این مصیبت سنگینی که به من وارد اومده حال و حوصله جمع رو ندارم. اینو با صداقت بهتون میگم که باور کنید. فکر کردم چی کار کنم. اول از همه برای خود عباس یک مقاله رو که نامی رو که سیمین خانوم برای من فرستاده بود من جواب دادم دادم و مقاله رو که درباره‌اش نوشته بودم که هفته پیش در فردوسی چاپ شدهش فرستادم براش که بکنه. فکر کردم برای امشب من باز از همون کار بکنم. آمدم دیدم که چی میتونم بکنم. یه مرتبه فکر کنین یه حسی آدمی که گنج پیدا کرده باشه به اون حالت بهم دست داد. 4 تا پرونده هر کدوم بیشتر از 300 به 100 برگ، یعنی 400 تا 500 برگ مکاتبات من است و این خانم در این سالها. اونها رو پیدا کردم، فکر کردم که یه نامه‌ای که او به من نوشته بخونم براتون. یه شعری که به خاطر همون نامه براش همراهش کرده براتون بخونم و این شب رو با شما بگذرونم. میبخشید که نتونستم در محضرتون باشم، ولی صداقت من رو قبول کنید و باور کنید که غمم خیلی سنگین بود. حالا این نامه رو سیمین خانوم در ماه اسفند 77 که قاعدتاً میشود نزدیک به 16 سال پیش از تهران برای من فکس کرده. دوست عزیزم آقای دکتر الهی نازنین، چند روز پیش مقاله ضد انقلاب شما را دریافت کردم، خواندم، مثل همه کارهاتان خواندنی بود. دیر پاسخ نوشتم، منتظر بودم بلکه فرشته الهام بیاید و در جواب آن همه نوشته منطقی و متین غزلی همراه نامه کنم. تقصیر از من نبود که این فرشته دیر آمد، اما اینکه مهمان هم دارم و برادرم یکی دو ماهی است که از امریکا آمده است و یکی دو ماه دیگر پیش ما خواهد بود، سرگرمی هایی فراهم کرده است که از آنها گزیر ندارم تا باشد از این نوع اشتغالات باشد. چند روزی هم گرفتار همین سرماخوردگی های معمولی بودم. علاوه بر آن جوی هم حاکم است که از آنفلوانزای طالبانی هم بدتر است. دوست خوب من، چرند زیاد گفتم، مرا میبخشی، اما اصل مطلب این است که واقعا آدم ها چرا تا کنون نفهمیدند که خون آب نیست که کثافات را بشوید، خودش از هر کثافتی بدتر است. بنویس که خوب می نویسی و از من و شما همین نوشتن ها باقی می ماند. به خانم باران برزو سلام دارم، خدا یار و نگه دارد، سیمین. و همراه این نامه این شعر رو برای من فرستاده که می خونم براتون. فکرم نمی کنم چاپ کرده باشم. بشمار برگ های گلی را وقتی که هیچ کار نداری، با یاد یار زمزمه ای کن در قربتی که یار نداری. هر شب کنار پنجره بنشین، بر امتداد جاده نظر کن، شاید که دوستی ز ره آید هرچند انتظار نداری. هر صبح زنگ ساعت 9 را چون بشنوی ز خانه برون شو، چابک برو اگر چه بدانی با هیچ کس قرار نداری. در چایخانه ای سر راحت بنشین و روزنامه طلب کن، نوشیدنی هر آنچه که باشد حرفی به جز بیار نداری. فنجان قهوه را که تویی شد وارون نکن که نقش ببندد، در او درخت خشک خزانی، یعنی که برگ و بار نداری. شبها که ماه نقره بساید بر آشیان آن دو کبوتر، یادی کن از نوازش جفتی که امروز در کنار نداری. بی جفت همچون مریم و سیما سخت است پای عزم فشردن، ای دست و پا شکسته مبادا اندیشه استوار نداری. سخت است روزگار ولیکن هاشا که پیش خلق بنالی، هر چند جمله خلق بدانند که از قصه روزگار نداری. در کلفشان شعر ظریفت پژمردگی بگو که نباشد، ای نسترن زبون چو برایی دیگر زپی بهار نداری. بشمار برگ های گلی را چون پاره پاره تن یاران،
منگه مهار عشق رها کن که اینجا ز گریه آر نداری. اول اسفند 72 این شعری بود که خوندم براتون، برای اینکه ببینید من خودم وقتی میخونم چه وضع بدی پیدا میکنم. That's it.